مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ماست. آقای نخل احمدی، تبهکاری های جمهوری اسلامی به این گزارش خلاصه نمیشه دیگه، برای دنیا عیان شده. فکر می‌کنید واقعا جهان چقدر نزدیک شده با توجه به اتفاقاتی افتاده، توجهات جهانی که جلب شده، جهان چقدر نزدیک شده به این تصور که دنیای به تصور دنیایی بدون جمهوری اسلامی؟ سلام عرض میکنم. ببین، اساسا جمهوری اسلامی از سال 57 پیام‌آور مرگ و نابودی بوده. یعنی حداقل ما اگر به شعارهایی که مسئولین این نظام در طول 4 دهه گذشته در پشت تریبون‌های مختلف عنوان کردن یا حامیان اونها در خیابان‌ها اعلام کردن، ما همیشه در واقع شاهد شعار مرگ بر بودیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ولایت فقیه. در همین ضد ولایت فقیه در همین گزارش هم حداقل گفتن 124 مورد حالا پروژه‌های برای ترور یا نابودی یا به هر حال ربودن شخصیت‌ها یا افراد مختلف در خارج از کشور در اینها رو پیدا کردن. داستان فقط حتی مرتبط یا محدود به این 14 هم نیست. شما از قبل از سال 57 هم می‌بینیم این حکومت یا عوامل این حکومت فاجعه سینامورکس رو رقم میزنن، داستان اعدام های دهه 60، قتل های زنجیری که برخی از اونها در خارج از کشور بوده، یا کشتار گسترده‌ای که در خیابان های ایران در ورده معترضان انجام دادن. اساسا این جمهوری اسلامی و این نظام نه خواست و نه بضاعتی برای گفتگو کردن یا در واقع مصالحه کردن با منتقد و مخالف نداره، خواست نداره. چون شما در همین رابطه با شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه اگر نگاه بکنید، این رو در کنار جمله هایی مثل این که مصباح یزدی گفته بود که حکومت اسلامی یا ولایت فقیه در ادامه سلاله حکومت امامان و معصومین هست، خب اینها خودشون رو یک حکومت برحق میدانن و طبیعتا زمانی که برحق هستن نباید یا نمیخواهند با دیگرانی که منتقد هستن یا مخالف هستن اونها رو به رسمیت بشناسن یا اونها رو در واقع با اونها گفتگو بکنن. و از طرف دیگه بضاعتی هم برای گفتگو ندارن. یعنی ایدئولوژی که در 14 گذشته این نظام آمده و تبلیغ کرده، این ایدئولوژی حتی برای مردم خودش هم در داخل کشور، حتی بدنه حامی خودش هم اقناع کننده نبوده. رهبر جمهوری اسلامی در این بولتن آمده که از خواص یا از اصولگرایان یا نزدیکان حکومت گلایه کرده که چرا سکوت کردن. این به معنای این هست که این پیام یا این ایدئولوژی نتونسته حتی حامیان اونها رو توجیه بکنه. از طرفی شما شاهد این هستیم که صحبت از این میشه که اونقدر هم جسارت ندارد یا قدرت ندارد، برخلاف آنچه که رهبر جمهوری اسلامی میگوید که ما ابر قدرت هستیم، که مسئولیت رفتارهای خودشو بپذیره. یعنی برای قتل‌های خارج از کشور دست به دامان خلافکاران یا گروه‌های قاچاقچی یا بزهکاران میشود که همین شکل از در واقع بی‌مسئولیتی رو در داخل کشور هم انجام داده. یعنی در خیابان‌ها ما می‌بینیم افراد لباس شخصی که اینا هویت ندارن ولی گفته میشه بزهکارانی هستند که در ازای حالا آزادی یا برخی از امتیازات دیگه میان در خیابان مردم رو میکشن، و اما هیچ وقت در واقع در رابطه با هویت اینها هیچ گونه اطلاع رسانی نمیشه. جهان هم طبیعتاً به دنبال منافع خودش هست. تا زمانی که صدای حکومت بلندتر بود در این کشور، ترجیح میداد مسائل اقتصادی یا مسائل خودش رو پیگیری بکنه. اما حداقل در 3 ماه گذشته با بلند شدن صدای مردم، جهان هم به این نتیجه رسیدد که این حکومت یارای در واقع همراه شدن با بقیه حالا کشورها یا دولت‌ها یا اون نورمی که در جهان هست رو نداره، و ما می‌بینیم آهسته آهسته صدای اعتراض و صدای همراهی دولت‌های مختلف و مردم ایران بلندتر میشه.